منم خداوند بخشنده و مهربان. خوش آمدید به خبرهای از ساعت 6 از خورشید. امروز جمعه، پنجم جوزه سال 1396 خورشیدی برابر می شود با 26 میلادی 2017 میلادی. در نخست سرخط خبر. تصمیم تازه ناتو از بهره فرستادن نظامیان بیشتر به افغانستان. نگرانی از بارهای تازه در درون نظام از بهره معرفی تازه وزیر جدید. تلاش حکومت از بهره رشد صنعت گردشگری در کشور. مجبوری کشاورزان عامل بنیادی کشت کوکنار در ولایت فرا. و مبارزه با هراس افغانی و افزایش بودجه نظامی محور گفتگوهای رهبران ناتو. من شهزاده محمدی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. برخی از اعضای پیمان ناتو تصمیم گرفتند شمار نیروهایشان را در افغانستان افزایش دهند. دبیر کل پیمان ناتو می افزاید ماموریتشان در افغانستان بازنگری شده و تصمیم دارند به زودی شمار سربازانشان را افزایش دهند. آقای استولتنبرگ هنوز هم وضعیت افغانستان را دشوار و چالش برانگیز می داند. سران ناتو در بروکسل تصمیم گرفتند تا شماره از نظامیان تازه نفس را به افغانستان بفرستند. دبیر کل پیمان ناتو که در میان خبرنگاران حضور یافته بود تاکید ورزید که بازنگری هایشان در مورد ادامه ماموریتشان در افغانستان پایان یافته است. بازنگری های ما تمام شده، اما تا هنوز شمار دقیق نیروها برای حضور در افغانستان در سال 2018 نهایی نشده است. تمامی اعضا از ثبات ماموریت ما در افغانستان پشتیبانی کردند. برخی از متحدان ما تصمیم گرفتند تا شمار نیروهایشان را در این کشور افزایش دهند. هنوز هم دغدغه مقام های پیمان ناتو تشخیص و توانمندسازی نیروهای امنیتی افغانستان است، موردی که تا اکنون این پیمان در نهادینه کردنش به پیمان زیاد ناتوان مانده است. هدف ما از پیشبرد ماموریت پشتیبانی قاطع تقویت ظرفیت ها و توانایی نظامیان افغانستان است تا در برابر طالبان و گروه های گوناگون هراس افغانی مبارزه کنند. افزون بر آن ما با نیروهای ویژه و هوایی افغانستان کار می کنیم تا به گونه جدی تقویت شوند. همچنان تلاش داریم تا فرماندهی و مدیریت در سطح این نیروها افزایش یابد. افزون بر آن وضعیت افغانستان از دید دبیر کل پیمان ناتو شکننده است و نیاز به کار بیشتر در این کشور محسوس می شود. هرگز نگفتیم که وضعیت افغانستان ساده است، بل می گوییم وضعیت افغانستان فوق‌العاده دشوار است. در سال پیش رو گواه افزایش خشونت و درگیری خواهیم بود و ناهنجاری های این کشور مشمول فساد هنوز هم پا بر جا ماندند. در امر مبارزه علیه تروریسم ما باید خود را آماده بسازیم تا بتانیم بیشتر مبارزه جدی و ماهنگ میان کشورهای عضو داشته باشیم. باورها بر این است که ناتو و آمریکا به جای پایان نبرد افغانستان به دنبال اهداف راهبردیشان در کشور هستند و آنان هرگز نمیخواهند با تجهیز نیروهای امنیتی کشور این نبرد خانمانسوز پایان یابد. نحوه آمادن آقای حکمتیار هرچند انتقادهای زیادی را از سوی پایتخت نشینان در پی داشت. حالا روزنامه واشنگتن پست نیز نگاشته است رفتار پسین آقای حکمتیار ذهنیتی را خلق می کند که گویا سال با او اشتباه بزرگ بوده است. اما سخنگوی حزب اسلامی چنین گفته ها را به معنای سبوتاژ گفتگوهای صلح می داند. نزدیک به یک ماه پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل آمد، اما شیوه آمدن آقای حکمتیار به کابل اما و اگرهای زیاد را در پی داشت. در تازه ترین مورد روزنامه واشنگتن پست نوشته است حکمتیار در انذار عمومی رئیس جمهوری افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، از تسلیم دهی صلاح دست داشته گروهش خودداری می کند. همه این موارد پرسش های تازه را در ذهن کابل نشینان ایجاد کرده است که آیا دعوت برای برگشت و یک اشتباه بزرگ بود یا نه. اما اعضای حزب اسلامی این گونه دیدگاه ها را به معنای سبوتاژ روند صلح انحزاب با حکومت می دانند. در اوسنی پروسه چه جنرال مهاب ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامی د معزز مشر جناب حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی دا پروسه سبوتاژ کی. آگاهان سیاسی نیز انتقادهای حکمتیار را به معنای قدرت نمایی حزب اسلامی در برابر حکومت می دانند. در جنگ و در بحران سازی منافع خود را جستجو می کنند
و مسئولیت ها و وجایبشان و تعهداتشان نادیده بگیرن و فضا را به گونه وحشتناک ترسیم بکنن. اخیراً آقای حکمتیار بسیار زیاد انگشت انتقاد به سوی حکومت بلند کرده است، اما شمار از اعضای مجلس نمایندگان موضع‌گیری‌های اخیر حزب اسلامی را به سود شهروندان کشور نمی‌دانند. اخیراً اظهاراتشان که هست قطعا میتونم بگم که به نفع و سود مردم افغانستان نیست. توقع مردم افغانستان از آقای حکمتیار این هست که مردم را دعوت بکنه به اتحاد، اتفاق، همدلی. گفته های اخیر آقای حکمتیار هنگامی مورد توجه رسانه‌های غربی قرار گرفته است که اخیراً دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گفته است که شمار از شهروندان برای دادخواهی از آنچه جنایت از سوی این حزب می‌دانند به اینها شکایت نمودند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان و فعالان مدنی می‌گویند بازی‌های جدید سیاسی برای تقسیم قدرت در درون حکومت و شماری از احزاب سیاسی مانع معرفی نامزد وزیران جدید شدند. اما حکومت بارها گفته از وزیران جدید به زودی معرفی می شوند. نزدیک به یک سال و اندی است که بیشتر از نصف کابینه حکومت وحدت ملی از سوی سرپرست وزیران اداره می شوند. اما زمان زیاد است که حکومت در مورد وزیران چنین می گوید. شاید تا دو هفته حد اکثر، ولی کمتر از دو هفته فهرست جدیدی از کاندید وزیرا معرفی میشه. اما در طرف دیگر پارلمان افغانستان در هفته ای که گذشت فیصله نمودند تا زمانی که همه وزیران برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نشوند صندوق رأی نخواهند گذاشت. پا مجموع که طول وزیران یو زیره معرفی شید تر تو در سرپرسته تا در پایت که کدر شید نمانگل اتروس اپم دیخ پل خبر اولاری. دشواری کار در کجاست و چرا حکومت قادر نمی شود وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند؟ یک سلسله ائتلاف های در درون حکومت است که مثلا ائتلاف های موجودی که وجود داره و هم مشکلات موجودی که در تقسیم قدرت وجود داره و هم آمدن حزب اسلامی گلوبودین حکمتیار در روند صلح و آشتی در داخل افغانستان. اما خیلی ها باور دارند که حکومت هنوز هم اراده جدی برای معرفی نامزد وزیران را ندارد، کاری که شاید بیشترین آسیب آن را شهروندان کشور متحمل شوند. دولت باید همه زیاره تا یک لیست با ولسی جرگه پیشنیاد بکنه، سبب اعتماد مردم و سبب قناعت و اعتماد ولسی جرگه گرده. همکنون 12 وزارتخانه کشور به شمال وزارت دفاع ملی توسط سرپرست وزیران اداره می شوند، موردی که اعتراض های زیاده را در پی داشته است. اعضای شورای ولایتی میدان بردک نگران افزایش ناامنی ها در این ولایت هستند، اما فرمانده پلیس این ولایت میگوید تا حد زیاد تحرکات طالبان در این ولایت کاهش یافته است و آنان با مانع شدن قاچاق معادن در این ولایت کوشیدند تا منابع تنبیلی طالبان را قطع کنند. میدان بردک از ولایت های هممرز با پایتخت و شاهرگ ترانزیتی جنوب کشور. این روزها گفته می شود تحرکات طالبان در این ولایت افزایش یافته است. خب کله چی دی از وکنه بیتر و تل وضعیت با آخر اندازه خراب شد. ولسوالی نرخ ما تهدیدات بالاست. در ولسوالی دایمرداد تهدیدات بالاست. هر روز هر شب جنگ است. دلتا امنیت خیلی ندار. دردمان نده پیت صورت بانی. و طول ولسوالی که بدون دو بیسود اینو دلتا امنیت نست. برخی از باشنده های این ولایت نیز نامنی های میدان وردک را تایید میکنند. اما ولسوالی پر نام دید. د حکومت که کماندان علی نوسته هم په وغور کې نوسته نور ټول امنیت مودي ولسوالۍ د امیرداد زده ای طالب سره ده. اما فرمانده پلیس میدان وردک میگوید پس از ورود او به این ولایت حرکات طالبان کاهش یافته و اکنون امنیت نسبی در ولسوالی هایی که پیش از این با تهدید بلند روبرو بودند تامین شده است. در گریز هستند نیروهای امنیتی از حالت دفاعی برآمده به حالت تعرضی ساخته میشن. وضعیت به چند ولسوالی که با تعدید بلند بود برای تالا گفته میتونم که وضعیت خوبتر و بهتر. آقای قایم همچنان تاکید میکند که پلیس در میدان وردک جلوی قاچاق معادن را گرفته است و طالبان را نمیگذارند در این ولایت جای پا داشته باشند. از سوی همواری میدان وردک از بهبود نسبی امنیت در این ولایت خوشبینی میکند. ولایتی شورا اعضا و خلق و خلق چیش من نیاغان کرده اندیخنی سرگلده کرده میدان وردک از ولایت های هممرز با کابل است که گاه گاه حراس افغانان از مسیرهای بازرو این ولایت وارد پایتخت شده و برای باشنده هایش تهدید آفرینی می کنند.
یک از باشندگان پایتخت مدعی است که با دادخواهی 4 ساله‌اش هنوز هم نهادهای عدلی و قضایی کشور حقوق او را نقض کردند. عبدالحمید خیرخواه که کارگر از هشدار می‌دهد اگر رهبران حکومت به فریاد او گوش فرا ندهد فرزندش را خواهد فروخت و خانواده‌اش را آتش خواهد زد. 4 سال دادخواهی با از دست دادن تمام دارایی‌اش. عبدالحمید خیرخواه در گوشه‌ای از شهر کابل زندگی می‌کند. وی 4 سال را برای دریافت 116 هزار افغانی حقوق کارگریش که بالای کارفرما باقی است در نهادهای عدلی و قضایی بدون نتیجه مطلوب سپری کرده است. وی در خانه کرای زندگی می کند و 4 فرزند دارد. آقای خیرخواه به این باور است که در نهادهای عدلی و قضایی فساد به گونه گسترده وجود دارد و در این مدت وی نتوانسته است به حقوقش دسترسی پیدا کند. 116 را 2 سال در دوره حکومت خود نتونه عادلانه فیصله کنه. پس ایره مطمئن باشین که اید دوسیه عادلانه فیصله نشده در این قضا. آقای خیرخواه می افزاید به دادخواهیش تا رساندن این موضوع به گوش رهبران حکومت ادامه می دهد و در صورتی که دادخواهیش نیز نتیجه ندهد مسئول از بین رفتن خود و خانوادهش نهادهای عدلی و قضایی خواهد بود. را برای ما قید شده عقلم قط نمی ده. یک وقت است که عقلم قط نمی ده نمی فهم که چی کار کردیم. وقتی متوجه میشم که 4 فرزند کشتیم و آخرین هم خودم هستم که ناامید شدیم دیگه که من میرم به زندان باید خودم بکشم دیگه. اینم هست که خودم میکشم. یلدا دختر بزرگ عبدالحمید که از این وضعیت رنج میبرد از رهبران حکومت خواستهایی دارد. جلالت مآب رئیس صاحب جمهور، جلالت مآب رئیس صاحب اجرایه، یگانه خواهش و تقاضا داریم در ارتباط به مشکلات ما اگر قانون طبق روحیه قضا تطبیق گردد میتوانیم ادامه تحصیل و ادامه حیات نماییم. در غیر آن این که سرنوشت ما به کجا خواهد رسید نمیدانیم. عبدالحمید سندهای در دست دارد که بر بنیاد آن خود را بر حق پنداشته و تاکید میکند که شماره از اعضای محکمه ابتدای و استیناف شهر کابل حقش را سلب کرده اند. خواستیم دیدگاه نهادهای عدلی و قضایی را در این زمینه با خود داشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق به انجام این کار نشدیم. افغانستان با داشتن 653 هزار بجا شده در میان 5 کشور جنگ زده در ردیف 4 قرار گرفته است. پژوهش تازه‌ای که از سوی مرکز نظارت از بجا شده های داخلی و شورای مهاجرین ناروی انجام شده نشان می دهد که در سال 2016 افغانستان پس از کنگو، سوریه و عراق از لحاظ بجا شدگی مقام 4 را گرفته است. گیتی رحیمی با جزئیات بیشتر این گزارش. جنگ پدیده زشت و خانمان سوز. در سال 2016 میلادی بیش از 31 میلیون تن در جهان بیجا شدند. اما در تازه ترین مورد پژوهشی که از سوی مرکز نظارت بیجا شده های داخلی و شورای مهاجران ناروی به نشر رسیده است، افغانستان از لحاظ بیجا شدگان در ردیف 4 قرار گرفته است. در این گزارش آمده است در سال 2016 کانگو با 922 هزار بیجا شده، سوریه با 824 هزار بیجا شده، عراق با 695 هزار بیجا شده، افغانستان با 653 هزار بیجا شده به ترتیب جایگاه یکم تا چهارم را گرفته است و نبرد خانمانسوز سبب افزایش بیجا شدگی شده است. در همین حال مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در کشور آمار بیجا شدگان داخلی در کشور را از آغاز سال جاری تا اکنون 7000 تن می گوید. بیش از 70000 تن از هموطنان ما در سراسر کشور به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی بیجا شدند. باورها بر این است که بیشتر بیجا شدگان از ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، تخار، بغلان، هلمند و برخی مناطق جنگ‌زده دیگر هستند. برخی از استادان دانشگاه ناامنی در کشور را چالش بزرگ می‌دانند. هر نوع بی‌میلی و عدم رغبت حکومت افغانستان در راستای تدوین یک پالیسی یا برنامه دقیق استراتژیک در بعد امنیتی همراه با شرکای بین‌المللی از اینا باعث میشه تا افغانستان دوباره بره به طرف جنگ‌های دهه 70. باورها بر این است که ادامه چنین وضعیت سبب دلهرگی شهروندان از کشور خواهد شد. نقطه نظر ازی که مردم جا، مکان، مسکن، کار، زراعت، باغ، باغداری خود از دست میده یک نگرانی بسیار بزرگ است برای مردم افغانستان. همچنان مسئولان این وزارت از بیجا شدگی بیشتر شهروندان کشور از اثر جنگ و حوادث طبیعی در ولایت‌های پروان، کاپیسا، وردگ، بامیان، سمنگان، فاریاب، دایکندی، لغمان، نورستان، نیمروز، پکتیکا نیز خبر دادند.
ایجاد وزارت دولت در امور توریسم زمینه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و معرفی افغانستان را به جهانیان فراهم می سازد. غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور توریسم با خوشبینی از ایجاد این نهاد نبود امنیت را چالش بنیادی فراراه صنعت جهانگردی می داند. چند پیش رئیس جمهور غنی با صدور فرمان وزارت دولت در امور توریسم را ایجاد کرد و غلام نبی فراهی را وزیر دولت در این عرصه گماشت. وزیر دولت در امور توریسم میگوید ایجاد این نهاد زمینه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم می سازد. با ایجاد وزارت دولت در امور توریسم ما می توانیم از اون ظرفیت ها و امکاناتی که در کشور موجود است زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را داشته باشیم. آقای فراهی تاکید می کند که در زمینه پیشبرد فعالیت این نهاد وجود امنیت بسیار نیاز است و نبود امنیت کار این نهاد را با چالش روبرو می کند. ما از ظرفیت های موجودی که در یک راستا موجود است که باعث رشد و توسعه سرعت توریسم و اقتصادی ما میگردد این زمینه را مساعد بسازیم تا جلوی جنگ گرفته بتنیم. برخی از فعالان مدنی نیز به این باورند که نبود امنیت زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری دشوار خواهد ساخت. بنبست امنیتی و مسئولیتی شهروندان این کشور به صورت قطعی زمینه را بر افغانستان نمیده که افغانستان بتانه سرمایه گذاری روی توریسم و یک جنبش جدید توریسم ملی و بین المللی بر افغانستان ایجاد کنه. اما وزارت داخله اطمینان میدهد برای تامین امنیت مناطق گردشگری تلاش ورزیده و با این نهاد همیشه همکاری خواهند کرد. ساحات دیگه هم اگر برنامه داشته باشه این وزارت که اوج امنیتش تغییر بکنه و بهتر شه و ما بیشتر نیرو رو در اوج بفرستیم، طبعا ما آماده هستیم که کمک بکنیم. این وزارت در حال ایجاد شده است که پیش از این امور مربوط به گردشگری از سوی معاونیت توریسم در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظیم می شد و بر بنیاد فرمان رئیس جمهور این وزارت تازه ایجاد شده پس از این عهده‌دار توسعه و گسترش توریسم، جذب سرمایه و معرفی آثار باستانی کشور خواهد بود. خبر اقتصادی هم پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می گردد. حال هم ادامه خبرها. در ولایت فراه کشاورزان از مجبوری کوکنار می کنند. کشاورزان در این ولایت می گویند اکنون به سوی کشاورزی صنعتی در حرکتند، اما نبود بازار مناسب در فصل برداشت میوه و سبزی برخی از کشاورزان مجبور شدند که به کشت کوکنار روی آورند. سالانه در ولایت فراه 500,000 تن تربوز تولید می شود. در تولید بادرنگ نیز جایگاه نخستین را در سطح کشور کسب کرده است و حکومت به این ولایت نام گلخانه افغانستان را داده است. کشاورزان فراه می گویند اگر آب زمین کشاورزان تأمین شود و فراورده های آنان به باهای مناسب فروش شود، نصف مردم افغانستان را سیر خواهند کرد. هرچند کشاورزان از کاهش کشت کوکنار سخن می زنند، اما می افزایند برخی از کشاورزان مجبورند از بحر تأمین معیشتشان کوکنار بکارند. شرط ما همی است که شما توجه به زراعت فراه داشته باشید. والله هر کس که تریاک می کارد از روی مجبوری می کارد. نمایندگان فراه نبود سردخانه ها و انرژی برق را چالش جدی فراراه رشد کشاورزی در این ولایت می دانند. با باور آنان ساخت بند برق بخش‌آباد راه حل مشکلات آنان است. شرط ضرورت برای مردم ولایت فراه بحث سردخانه هاست. امیدوار هستم که در محراب توجه شما بوده باشه. اگر این پروژه مهم و حیاتی رئیس به جمهور رئیس به اجرای توجه خاص داشته باشه، انشالله که طالبی هم وجود نداره در ولایت فراه. هم ولی فراه میگوید 95% مردم این ولایت در بخش کشاورزی مشغول کارند و اگر در این بخش توجه شود در کنار رشد اقتصادی مردم ناامنی از این ولایت ریشه‌کن میشود. فراه آب بسیار فراوان داره ولی زمینش خشک است و مردمش برای استفاده از آب دسترسی ندارند. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری از داشتن بودجه بسنده سخن میزند و تعهد می سپارد که به چالش های ولایت فراه رسیدگی خواهد کرد. از نگاه بودجوی حال خوشبختانه مشکل نیست که بگیم بودجه نیست، پول نیست، ما نمیتونیم به این ولسوالی، به این ولایت، به این قریه کار کنیم. خب نیاز به کمک و همکاری شما می باشد. این در حال است که رئیس زراعت فراه می گوید زمین های کشاورزی این ولایت با تمام زمین های کشاورزی ولایت های شمالی افغانستان برابری می کند.
و فروشگاه‌های برقی در کشور مانند کشورهای جهان اول در حال گسترش است. نمایندگان بیش از 100 شرکت و فروشگاه اینترنتی در کابل گرد هم آمدند تا با تبادل تجربه‌هایشان بتوانند راه‌های درست و سری را برای فروش فراورده‌ها و معرفی معادن کشور پیدا کنند. همگام با پیشرفت فناوری در کشور، بازاریابی و فروش فراورده‌های داخلی از طریق پایگاه‌های اینترنتی در حال گسترش است. کاربران شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های خبری و معلوماتی روزانه به ده‌ها نشانه بازرگانی در این صفحه‌ها که هدف آنها بازاریابی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی در کشور است، روبرو می‌شوند. اکنون اینجا ده‌ها نماینده این گونه شرکت‌ها گرد هم آمده‌اند تا روند بازاریابی و فرصت‌های شغلی در کشور را بهبود بخشند. در این اواخر ما شاهد هستیم که در کابل استارتاپ‌ها در حال رشد کردن هستند، کمپانی‌هایی که نوپا هستند نو به پیش میرن. به این خاطر ما خواستیم که این استارتاپ‌ها یا این کمپانی‌های نوپا گرد هم بیاین. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پایگاه‌های اینترنتی در حال گسترش است و آنان از بخش‌های خصوصی می‌خواهند در این زمینه بیشتر توجه کنند. افغانستان د نوې ځوان نسل چې د ښه اقتصادي پرمختګ په لور روان دی، له نورو ځوانانو مې غوښتنه ده چې داسې شان پروګرامونو کې برخه واخلي ترڅو دوی د افغانستان او د نړۍ له تجارت نه خبر شي. شرکت دیگر که از طریق شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری سنگ‌های بهادار و معادن افغانستان را به جهانیان معرفی می‌کند، از کارشان راضی به نظر می‌رسند و می‌گویند تا هنوز 1% نیاز مردم از این طریق تأمین نمی‌شود و باید در این زمینه بیشتر تلاش شود. بخواستیم که همین جواهرات و سنگ‌های قیمتی و فلزات قیمتی افغانستان را برندینگ کنیم و برای فروش آنلاین بگذاریم و هدفش هم همین رشد صنعت و معدن افغانستان هست. در همین حال شماری از شهروندان کشور و مسئولان شرکت‌های فروش اینترنتی از حکومت می‌خواهند قانون فعالیت این شرکت‌ها را ساخته تا از استفاده جویی‌ها و فریب مردم از این طریق جلوگیری شود. پس از میان برنامه کوتاه خبرهای خارجی تقدیمتان می‌گردد، اما پیش از آن نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. همچنان رویداد خارجی. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو روز پنجشنبه در مقر جدید این سازمان در بروکسل با یک دیگر دیدار و گفتگو کردند. مبارزه با هراس افغانی و افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو محور بنیادی حکومت‌های نشست رهبران ناتو گفته شده است. به گفته انس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، کشورهای عضو بر سر افزایش بودجه نظامی داخلی و نحوه هزینه آن به توافق رسیدند. وی درباره توافق رهبران گفت مرحله نخست این است که کشورها چطور تعهدات خود را عملی کنند. برای این کار 2% از تولیدات ناخالص ملی را به بودجه نظامی اختصاص می‌دهند. 20% از این بودجه صرف خرید تجهیزات اساسی خواهد شد. دوم اینکه بودجه را چطور در مناطق مهم و کلیدی هزینه کنیم و سوم چطور کشورهای متحد در ماموریت‌ها و عملیات ناتو شرکت کنند. دستگاه امنیتی و سرویس فریت‌های امدادی بریتانیا برای حمله‌های هراس افغانانه احتمالی در تعطیلات هفته پیشرو آماده شدند. پس از کشف و ضبط مقدار قابل توجه مواد منفجره و شواهد از تهیه بمبی دیگر توسط بمبگذار منچستر، این احتمال قوت گرفته است. بن ولاوس وزیر امنیت بریتانیا در گفتگوی رادیویی گفته که به بیمارستان‌های این کشور ابلاغ شده برای هر گونه حادثه احتمالی آماده باشند. با این حال وی تاکید کرده که این امر بر اساس اطلاعات ویژه صورت نگرفته است. در ادامه تحقیق پلیس فدرال آمریکا یا FBI در مورد ارتباط چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با روسیه، این بار نوبت به همسر ایوانکا رسید.
جارد کوشنر داماد آقای ترامپ که به عنوان مشاور ارشد در جمهوری در کاخ سفید فعال است، در ماه میلادی دسامبر با سفیر روسیه و یک بانکدار روس ملاقات کرده است و این ملاقات ها را تقسیم نکرده و به نوشته ی روزنامه واشنگتن پست آمادگی دارد تا اطلاعاتش را در اختیار کنگره بگذارد. و رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده است که جنبش زیر رهبری وی از تهدید و تحریم هیچ گونه حراسی ندارد. این گفته ها در حال مطرح می شود که مقام های امریکا و عربستان سعودی به تازگی ایران را به عنوان حامی اصلی حزب الله با شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در جریان نشست روز یکشنبه گذشته با رهبران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض ایران را به پشتیبانی از حراس افغانی و جنبش‌های مانند حزب الله متهم کردند. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی را دنبال کنید. در ادامه هم خبرهای ورزشی. دو بانوی فدراسیون ملی بایسکل سوار افغانستان قرار است روز دوشنبه آینده در رقابت‌های تورالعبی که به میزبانی فرانسه راه‌اندازی می‌شود اشتراک کنند. این بانوان بایسکل سوار افغان در حال در این رقابت اشتراک می‌کنند که چند پیش از سوی باشگاه البی به گونه رسمی دعوت شده بودند. مسئولان فدراسیون بایسکل سوار کشور گفتند این دو بانوی بایسکل سوار با پذیرفتن قانونیشان از سوی فرانسه بعد از این به سود آن کشور رکاب خواهند زد. لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا به دلیل فرار مالیاتی 4.1 میلیون یورویی میان سالهای 2007 و 2009 به 21 ماه زندان از سوی دادگاه اسپانیا محکوم شده است. همچنین پدرش نیز به همین دلیل به 15 ماه حبس محکوم شده است. با این حال باشگاه بارسلونا حمایت خود را از ستاره آرژانتینی اعلام کرده است. افزون بر مسی قرار است کریستیانو رونالدو ستاره پرنفوذ تیم فوتبال رئال مادرید نیز بنابر به فرار مالیاتی قرار است دادگاهی شود. و در اخیر هم وضعیت هوای پایتخت و چند شهر مهم دیگر. سپاس از اینکه تا این دم ما را همراه بودید. بقیه برنامه های خورشید را فراموش نکنید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.